الو سلام، خوبی؟ گوشی جونم، چی شده؟ من باید تو رو ببینم. چیه؟ چرا صدات گرفته؟ وقتی دیدمت بهت میگم. چیزی شده؟ پدرت اومده خونه ما، هرچی که از دهنش در اومده به مادر پدر من گفته. بابای من؟ چی گفته؟ فردا که دیدمت بهت میگم. چرا فردا؟ همین امروز؟ امید، من که به تو گفته بودم ما به درد هم دیگه نمیخوریم. خداحافظ. الو روز بخیر. ممنونم. یه وقت ملاقات با آقای کامران خلیل‌زاده می‌خواستم. وقت قبلی داری؟ نه متأسفانه. ولی اگر شما لطف کنید دفتر ایشون رو بگیرید من خودم باهاشون صحبت می‌کنم. اجازه بفرمایید. متشکرم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ گوشی خدمتتون. متشکرم. روز بخیر خانم. من رامین معزی هستم. میخواستم اگر ممکن باشه با آقای کامران خلیل‌زاده یک ملاقات حضوری داشته باشم در رابطه با یک کار مشترک. بله، من مدیر فروش یک شرکت چند ملیتی هستم. سالها ایران نبودم، برای یک کار شخصی به اینجا اومدم. گفتم شاید بتونیم با ایشون همکاری داشته باشیم. نه متاسفانه، من وقت زیادی ندارم. بله، مدارکم رو هم هست. متشکرم. گوشی خدمتتون. بله چشم. محبت کنید کارشناسی. خدمت شما. ممنونم. تشریف برید طبقه پنجم. آقای موعظی لطف کنید یه چند لحظه بشینید. روز بخیر قربان.
من رامین موعظی هستم. من شیمیدان هستم و در حال حاضر نماینده فروش یک شرکت معتبر بهداشتی دارویی در دالاس آمریکا. اگه ما در رابطه با فعالیت‌های شما اطلاعاتی داشته باشیم، شاید بتونی با هم همکاری خوبی انجام بدیم. این یه جور کاتالوگ شرکته. تو 27 کشور دنیا فعالیت داریم. امیدواریم بتونیم با شما فعالیت خوبی انجام بدیم. همکاری تو چه زمینه ای؟ در صورت توافق ما میتونیم محصول مشترک تولید بکنیم و یا اینکه ما نمایندگی فروش محصولاتمون در ایران رو به شما واگذار بکنیم و خب در قبالش از شما خدماتی هم بگیریم. مثلا؟ اون دیگه بستگی به گستردگی فعالیت‌های شما داره. گفتی مسئولیت توی شرکت چیه؟ نمایندگی فروش در آسیا قربان. البته نفوذم پیش هیئت مدیره خیلی بیشتره. تو چند سالته؟ شرط سنی یکی از شرایط گزینش همکاریه؟ مدارک شرکت و شماره تماستون رو بدید به منشی. اگه لازم شد باهاتون تماس میگیریم. الو، سلام. امید که نیومد رضا. آقا جو. وای. سلام داداش. می‌بینی رسم زمونه رو؟ می‌خوام شیشه ماشین یه رو پاک کنم بشه عین آینه. میگه بی خود میکنی تمیز میکنی. ای توف این روزگار، توف این زندگی. آخه ایوهناس خلق الله، این چه زندگیه؟ چرا همه تون انقدر نارفیقی؟ و یکی هم که میخوای حال بدی اینجوری میزنه تو پره. اک اما جون، میخوایم رسم زندگی رو به شما یاد بدیم و گل لغت نمیکنیم که. دست من و تو نیست دامید. نمیدونم
شاید کار خداست. چی داری میگی؟ بعضی چیزا اگه قسمت آدم نباشه هر چقدرم که سعی کنه نمیتونه بهشون برسه. قصه ما هم بعد اینجوری تموم میشد. دیگه نمیخوام خانوادم بیشتر از این تحقیر بشه. بابای من اخلاقش اینجوریه، اصلا منظور بدی نداره، من درستش میکنم. فکر میکنم تو اصلا حالت خوب نیست، بیا یه چیزی بخور. فکر کنم به خاطر اینکه غذا نمیخوری داری پرت و پلا میگی. خب وقت خداحافظیه. میخوام بدونی که خاطرهات برام خیلی عزیزه. این کارو نکن، خواهش میکنم. ادامه این رابطه فقط باعث میشه که خانواده هامون بیشتر از این اذیت بشن. ما با همیش آینده نمیتونیم داشته باشیم. اینقدر زود تصمیم نگیر. باور کن هر کدوم از این کلمه هایی که میگم برای خودم خیلی سخته، ولی چاره دیگه ای نیست. باید واقعیت ها رو قبول کنیم. ما به درد هم نمیخوریم. میتونم یکی از اینا رو یادگاری داشته باشم؟ دیگه سراغم نیا، به هم زنگ نزن. سعی کن همه چی رو همینجا پشت این میز فراموش کنی. همه چی رو همینجا تموم کن. خداحافظ. مامان
قبیلش میدم. به خدا رو از سرم میگم. تو حالا هر بلایی سر ما آوردی هیچی بهت نگفتم. به خاطر تو زندان رفتم، عشقم و غرورم و آیندم رو تباه کردی. دیگه نمیتونم. نمیگی برای چی میخواستی ببینی منو؟ دنبال کار میگردم. چه کاری؟ فرقی نمیکنه. فقط اگه یه حقوق بخور نمیر بهم بدن با یه جای خواب برام کافیه. تو نگی چی شده که نمیتونم کمکی بکنم بهت؟ با بابام دعوام شده. دیگه نمیخوام برگردم خونم. راستش از همون روز اولی که دیدمت یه جورایی احساس کردم مثل خودمی. یه جوان با کله پر با کلی برنامه واسه خودش. کجا به سلامتی؟ تو این خونه دیگه جای من نیست. میرم تا از شهرم خلاص بشی. باشه. رفتی درم پشت سرت ببند. فکر کردی بیرون از اینجا کسی پیدا میشه که نازتو بکشه؟ دو روز تو خیابونا باشی میشی شبیه این معتادایی که کنار جوب میشینن گدایی میکنن. اون وقت اگه دلت خواست برگردی تو این خونه التماس هم بکنی رات نمیدم. حالا اگه میخوای برو. میخوام ترک کنم نسرین. خودم هم دیگه خسته شدم. این راش نیست که مثل بچه ها غر کنی بری. دلم نمیاد بیشتر از این شما را اذیت کنم. من باعث ننگ شما هستم. میخوام برم یه جایی ترک کنم یا بمیرم. اون دخترم حق داره. تا حالا صد بار خواستی این کارو بکنی یا نشده؟ اما این دفعه فرق میکنه. هیچ فرقی نمیکنه سیروس. خودت هم اینو خوب میدونی. اگه موفق نشم مهم نیست، چون دیگه تو این خونه بر نمیگردم. برو تو اتاقت، اینقدر اعصاب من خورد نکن. اگه این دفعه واقعا تصمیم گرفتی ترک کنی، آدرس یه مرکز ترک اعتیادو گرفتم. فردا با هم میریم اونجا. بدش من. این
اینطوری اونجا وای نس و منو نگاه کن. یه ساعت دیگه بعد برم سر شیفتم، هیچی هم نخوردم. لباس تو عوض کنی چیزی درست میکنم با هم بخوریم. سلام آقا بهروز. سلام. دیر وقته، نمیخوایم برسونم بهتون خونه؟ چرا؟ ولی سب کن این دست تموم با هم میریم. پس عجله کنین، نگیم بدون شما شام نمیخوره. خیلی خوب باش. من تو دفتر منتظرتون میمونم. تمام کتاب فروشی های جلوی دانشگاه رو دونه به دونه گشتم تا اینا رو تونستم براتون پیدا کنم. از پادرد و خستگی هم داشتم میموردم. تو رو جون مادرتون دیگه این لغمه واس ما نگیریم. میتونین چند شب از یه مهمون پذیرایی کنی؟ تا کی باشه؟ این کارا چی آقا رامی؟ ما رو خجالت زده کردیم. نصف سهم مهمونی یکی از امشب میاد پیشت. طرف طالبه؟ طالبم نباشه تو ازش طالب میسازی، مگه نه؟ آخه بقیه جنساتو هم با من. اگه نمیتونی ببرمش پیش کسی دیگه. ای بابا، شما هم میگی نمیتونی نمیتونی. ما باید چه چشمه‌ای برای شما بیان که ما رو باور کنی؟ ببینم اون ماسماسکی که برات گرفتم به دردت خورد. یه بار دیگه اسم اون اسلحه رو پیشه من آوردی، خودت میدونی. چشم حالا این مهمون ناخونده کی هست؟ همون بایسی کران بکی. اون که نزده میرقصه. یه طالبی ازش بسازم که بشه عینه او طالبی. سلام جناب لطفی. سلام. ببخشید که مزاحم شدم. به خاطر آقا امید اومدم. گفتم شاید نگرانش شده باشیم. پیش شماست؟ بله، ناراحت نباشین. میخواستم بیارمش ولی خب گفتم شاید یکم زود باشه. الان کجاست؟ بفرمایید تو. نه دیگه، دیر وقته، مزاحمتون نمیشم. نه خواهش میکنم، بفرمایید. خلوتگاه من اینجاست. اصولا غریبه هارم توش راه نمیدیم، اما چون خاطر تو و آقا رامی خیلی برام عزیز بوده قبول کردم. ببخشید ریخت و پاشه ها، تمیز کردنش کار دو دقیقه است. تو هم اهل فیلمی؟ چه جورم؟ لیندو منفردی، اتورمانی، لاندا بوزانکا، امشب با همه شب در سینماهای تهران. وسایل آسایش هم هرچی که دلت بخواد میتونی توش پیدا کنی. راحت باش. نه چطور مگه؟ یه نفر گزارش داده که دوپینگ کردم. فکر کنم کار اونه. ولی غیر از تو کسی از موضوع دوپینگ من با خبر بوده؟ دست شما درد نکنه. یعنی ما اینقدر نارفیقیم؟ بشکنه این دست که نمک نداره. داشتی؟ منظور بدی که نداشتم. یعنی میگم این جلال از کجا فهمیده؟ گافو خودت دادی امید جان. چقدر نصیحتت کردم، بهت گفتم کاه از خودت نیست اما کاه دون از خودته. انقدر زیادی مصرف کردی که خودتو تابلو کردی. خب اونا هم ورزشکارن، مربی دارن، حرفه‌این، میفهمن. البته به نظر من یه خوردن بدشانسی آوردی. اگه مثل سالهای گذشته از این آزمایش‌های اتفاقی میگرفتن شاید کسی متوجه نمیشد. اونایی که تو باشگاه نشونم دادی هیچ کدوم برای آزمایش انتخاب نشده بودن؟ اونا خوششانس بودن. بلا مگه همینجوری یکی کشکی یکی قهرمان بشه؟ اما امید جان کار عاقلانه‌ای کردی که آزمایش ندادی. درسته مقام تو ازت گرفتن اما آبروت حفظ شد.
خیلی خوب بابا، حالا یه کم استراحت کن، من میرم باشگاه. اگه بلند شدی دیدی حسرت سر میره پاشو. من نمیخوام از کارش دفاع کنم جناب لطفی، ولی خب شما اینو در نظر بگیرین که امید فقط در از چند روز تمام اون چیزهایی رو که بهش دل بسته بوده رو از دست داده. به خاطر همینم الان شدیداً احساس افسردگی میکنه و نیاز به حمایت داره. خب اگه شما تو این شرایط تنهاش بگذارید که تمام این اتفاقات تقصیر خودش بوده آقای موزی. کاملا درسته، ولی سوال من از شما اینه که بعد از این میخواییم با ایش چی کار کنی؟ امید اگه بخواد برگرده خونه، اول از همه به خاطر کاری که کرده باید بیاد از من معذرت بخواد، بعدم قید دوچرخ سواری و اون دختره رو به کلی بزنه، محکم و استوار و جدی تو چاپخونه بچسبه به کارش. همین بس. فکر نمی کنم قبول کنه. خب منم راه دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. ببینید جناب لطفی، من خیلی عذرخواهی میکنم که اینقدر سریع میخوام حرف بزنم، ولی امید دقیقاً زمانی دست به دوپینگ زده که تو خونه شما بوده و شما به قول خودتون چهار چشمی مراقبش بودین. ولی خب حالا که از خونه بیرون رفته و دیگه هیچ قید و بندی نداره، اگر خدایی نکرده گیر دست دوستای ناباب بیفته یا حتی سرگرمی‌های ناسالم، شما هیچ وقت خودتون رو میبخشین؟ خیلی خوش اومدی. ببخشید خانم، مزاحم شما هم شدم. خواهش میکنم، بفرمایید. به هر حال اگر شما اجازه بدید من فردا امیدو میارم خونه، ولی میخوام ازتون خواهش بکنم که خیلی بهش سخت نگیرین. اون الان تو سن سالیه که میخواد به لحاظ شخصیتی مستقل بشه و برای خودش هویتی پیدا بکنه. به خاطر همینم از که سرکشی میکنه و خودشو میخواد از تمام اون قید و بندایی که محصورش کرده رها کنه. من فکر میکنم اگر یه خورده بهش احترام بگذارید و بهش آزادی عمل بدین، بعد از یه مدتی آروم بشه. الان خونه شماست؟ نه، یعنی خیلی بهش اصرار کردم که بیاد ولی خب نپذیرفت. الان خونه یکی از دوستانمه، خیالتون راحت باشه، از هر لحاظ آدم مطمئنیه. خیلی خوب، بهش بگید فردا بیاد ببینم حرف حسابش چیه. متشکرم. خانم لطفی، من این کتابا رو برای شما آوردم، فکر میکنم به درد پایان‌نامه‌تون بخوره. وای، دست شما درد نکنه. نسخه هایی به زبان اصلی خواهران برونته است. واقعا شرمنده کردین. خب من دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم، اگر اجازه به من بدید. الان امید کجاست؟ هنوز بیداری؟ منتظرت بودم که بیای.
بشین باهات حرف دارم. بگو. میشنوه. کی این کارا تموم میشه؟ خسته شدی؟ نه، ولی صبح تا شب که نیستی. شبم که میای زود میری تو اتاقت میخوابی. نه حرفی، نه توجهی، نه علاقه‌ای. من خودم هم از این وضعیت ناراحتم. ولی قصهشو نخور. به زودی همه چیز درست میشه. دیشب خواب بدی دیدم. خواب دیدم یه مار اومده تو اتاقی که من میخوابم. هرچی جیغ میکشیدم هیچ کس کمکم نمیکرد. نگین ترسیده بود. ولی من بیشتر از این ناراحت بودم که نه تو، نه بابا، هیچ کدوم کمکم نیومدین. هیچ وقت اینقدر احساس تنهایی نکرده بودم. من خیلی تنهام کوروش. دوران تنهایی من و تو هم تمام میشه. روزای قشنگی رو پیش رو داریم. اینو بهت قول میدم. همه تلاشام میکنم تا اون چیزی رو که دوست داری بهش برسی. باور کن. من هیچی نمیخوام. من فقط ازت یه زندگی آروم و بی دغدغه میخوام. همین. بهش میرسی. فقط یه خورده دیگه باید صبر کنی. خب. چیه؟ خوابت نمیبره؟ نه، بعد جوری سردرد دارم. مسکن داری؟ خودتو به مسکن عادت نده. حالم خیلی افتضاحه. فکر کنم آبروغم قطع کردم. بذار ببینم تو بساطم چی دارم که سردردتو خوب کنه. یه چای نبات دبش برات درست کنم خوبه؟ نه بابا. خیلی خوب. بیا. این برای سردردت خوبه. مسکن قویه. اسمش چیه؟ استامیتومینان زاتمین فان. دومیتن. من چه میدونم؟